من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين در آخر آيات گذشته خواندیم که علماء یهود در واقع به تورات ایمان نداشتند و ما اولئک بالمؤمنین چون که اگر به تورات ایمان داشتند یکی از دستورات تورات ایمان به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در تورات همه صفات علائم نسبت به نبی خاتم پیامبر آخر آمده بود اونها که به اون صفاتی که در تورات آمده بود و به دستور و توصیه تورات که عمل نکردند این در واقع حکایت می کند از ایمان نیاوردنشان به تورات در حالی که اکنون در این آیات فضیلت تورات در حالی که تورات دارای این فضائل هست انا انزلنا التورات فیها هدى و نور ما تورات را فرو فرستادیم نازل کردیم در آن تورات هدایت هست و نور هست قبلا هم گفتیم هدى و نور هر جایی که استفاده میشه هدى یعنی علما و نورا نور عملا یعنی کسی که علمن بخواهد راه را بداند هم تورات برایش هدایت است و اگر به او عمل بکند زندگیش پرنور میشه از ظلمات از تاریکی ها بیرون می آید یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله الله می فرماید که تورات کتابی هست که به این تورات حکم کرد النبیون یعنی همه انبیایی که بعد از موسی علیه الصلاه و السلام آمدند تا زمان عیسی همه شان
بر تورات عمل می کردن، احکامشان از تورات بود و به وسیله تورات بین مردم قضاوت و فیصله می کردن. این علماء سوئی که در زمان رسول الله بودند، اینها به تورات عمل نمی کنند، در حالی که یحکم بها، ای به هذه التورات، النبیون، همه انبیاء خدا بعد از موسی، الذین اسلموا، کسانی که اعتقادا و عملا تسلیم خدا شدند، اسلمو یعنی منقاد و مطیع الله شدند، اعتقادا و عملا پایین اسلمو بنویسید، حکم کردند، فیصله کردند، داوری کردند، للذین هادو، برای چه کسانی؟ برای یهودیان، همه اونها برای یهود به وسیله تورات حکم می کردند، حکم صادر می کردند، یعنی قبل از این قرآن و قبل از انجیل تورات بود. و ربانیون، ربانیون عطف است بر نبیون، همچنین ربانیون یعنی دراویش، و الاحبار یعنی علماء، دراویش یهود و علماء یهود در زمانهای گذشته همه و همه به حکم تورات حکم می کردند، فیصله می کردند. چرا؟ به مستحفظو با بای سببیه هست، به سبب آنچه که از آنها تقاضای حفظ شده بود که کتاب خدا را حفظ کنند. یعنی چه کتاب خدا را حفظ کنند؟ به او عمل کنند، او را پشت سر نیندازند. بس از طرف الله عز و جل از آنان خواسته شده بود، هم از علما، از انبیاء السابق قبل از عیسی، هم از احبار و رهبان، از همه خواسته شده بود که چکار کنند؟ کتاب خدا را حکم قرار بدهند، حفظش کنند. من کتاب الله من زائد هست، به مستحفظ کتاب الله، از اونها خواسته شده بود که کتاب خدا را حفاظت کنند، یعنی کتاب خدا را اجرا کنند. اونها همین کار را کردن. یحکم و کانو علیه شهدا، و آنان هم بر این شهدا بودند. شهید قبلا خدمت شما خواندیم، شاهد به معنی بیان کننده، انا ارسلناک شاهدا یعنی بیان کننده. اینجا هم شهدا معنیش این است که اونها معلمین و بیان کنندگان تورات بودند. و کانو علی شهدا، تفسیر مظهری نوشته رقبا یعلمونه و یبینونه، رقبا یعلمونه و یبینونه، اونها شهداء تورات بودند، یعنی معلمان تورات بودند، بیان می کردند برای مردم، آموزش می دادند. لذا به آنان گفته شده بود و این دستور الله از اونها خواسته شده بود، فلا تخشوا الناس واخشوني، از مردم نترسید، از من الله بترسید، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فلا تخشوا الناس، خطاب به علماء موجود هست، علماء یهودی که در زمان رسول الله بودند. الله تعالی اولا نقل فرمود از انبیاء گذشته، از احبار و رهبان گذشته، دراویش و علماء گذشته، اکنون به علماء موجود میگه ای علماء فلا تخشوا الناس، از مردم نترسید، حق بگید، صفات رسول الله را برای مردم بیان کنید، وخشونه، فقط و فقط از من الله بترسید. ببینید فلا تخشوا الناس وخشونه ازاله حب جاه هست، ازاله چی هست؟ قبلا خواندیم مرض علماء یهود دوتا بود که این مرض در میان ما هم هست. چی بود؟ حب جاه، حب مال، یعنی حب پست و مقام. می گفتند که ما از مرجعیت نیفتیم، الان مرجع مردمی، مردم به ما مراجعه می کنند، از ما سوال و جواب می کنند، و ما یه وقتی بریم خودمان بشیم امت، خودمان بشیم غلام، غلام و خادم رسول الله، این مرجعیت از بین، حب جاه بود.
و دیگه اینکه درآمد خوبی بود برایشان، دکان و مغازه خوبی بود، این مرجعیت حب مال. لذا الله هر دو را ازاله می کند. اول ازاله حب جا، فلا تخشوا الناس واخشوني، از مردم نترسید از من بترسید. دوم ازاله مال، حب مال. الله می فرماید ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، در مقابل آیات من پول اندک نگیرید، پول اندک نگیرید، کتمان حق نکنید. الله می فرماید و من لم يحكم بما انزل الله، هر کسی که حکم نکند به آنچه که الله نازل فرموده، فاولائک هم الكافرون، اینها کافران هستند. هر کسی که بما انزل الله حکم نکند، داوری و فیصله نکند، قضاوت نکند از کتاب خدا، این انسان کافر است. ببینید اینجا هر کسی که عمل نکرد معنیش اینه به کتاب خدا کافر است. از این آیه در قدیم و در گذشته استدلال می گرفتند خوارج و معتزله بر اینکه عمل نکردن به قرآن مجید کفر است. در زمان حال هم خوارجی وجود دارند ولی نام خارجی بر اونها نیست و عناوین دیگری دارند، کسانی که تکفیر می کنند. تکفیر یک گروه خاصی هست. الان بعضی ها به خاطر اغراض سیاسی هر کسی را که مخالف باشه میگن تکفیری. نه، تکفیر یک گروه خاصی هست. حزب التحریر در گذشته بود که بیشتر در آسیای میانه فعالیت داشت. بعضی از تندروها که امروز اون تفکرات خیلی زیاد هست، میگویند که هر کسی که روش ما را قبول داشته نباشه، که ما روش ما چی هست؟ اجرای به هر حال احکام خدای عزوجل، اون کافر هست، واجب القتل است. در بسیاری از بلاد اسلامی که شما میبینید مسلمانان سر مسلمان ها را میبرند، مجاهد سر مجاهد را میبرد، این در واقع همون دیدگاه تحریر و تکفیر است، بسیار دیدگاه خطرناکی است. در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ خوارج بودند. این را خدمت شما عرض میکنه، یه خطر جدی هست که وقتی که کسی آرایش را قبول ندارد، تفکراتش را قبول ندارد، واجب القتل میداند. حالا کسی با کفار میجنگد، کفار را میکشد، درسته؟ کسی را که شرک می کند تکفیر می کند، ولی کسانی که مسلمان هستند اما اون روش را قبول ندارند، اینها را قتل کردن و واجب القتل دانستن. و معظم استدلالشان هم همین آیه هست، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. لذا میگه همه اینها مسلمانان ابتدا مسلمان هستند، مسلمان بودند، جایی که ما بریم و ما حکم بکنیم و حکم ما را کسی نمیپذیرد، واجب القتل است، باید کشته بشه. این تفکر هست که متاسفانه به مسلمانان ضربه زیادی وارد کرده. من در رابطه با این آیه فقط میخوام توضیح بدم که و من لم يحكم بما انزل الله به اون معنا نیست که کسی اگر عمل نکرد کافر میشه. درست، عمل نکردن هم ضعفی هست. خلافت اسلامی، حکومت اسلامی وقتی که به حق قائم بشه باید مردم چی بکنند؟ اطاعت بکنند. اما اگر کسی اطاعت نکرد کافر نمیشه. در این رابطه در مسند امام احمد ابن حنبل، ببخشید مسند امام محمد ابن حسن شیبانی هست، و من لم يحكم نوشته و من لم يعتقد، نه اینکه کسی عمل نکند بلکه کسی چی؟
اعتقادی به حکم خدا داشته نباشد او کافر است. یک کسی از اعتقاد دارد ولی در عمل سسته، این کافر نیست، این واجب القتل نیست. کافر چه کسی هست؟ کسی که اعتقاد داشته نباشد. و علامه آلوسی جامع تر و کامل تر نوشته، ایشون می فرماید مراد از عمل نکردن درجه کامل عمل نکردن است. درجه کامل عمل نکردن چیه؟ عدم اعتقاد. مراد از عمل نکردن چی هست؟ درجه کامل عمل نکردن یعنی اعتقاد نداشتن، تصدیق نکردن، حق ندانستن. کسی که احکام خدا را، دستورات قرآن را حق نداند، اعتقاد داشته نباشد، تصدیق نکند، او کافر است. بله. اما کسی که حق می داند اما از روی سستی و ضعف عمل نمی کند، این آیه درباره او نمی گوید. ببینیش علامه آلوسی می فرماید الحکم و این کان شاملا لفعل القلب والجوارح. حکم شامل است هم به فعل قلب هم به فعل جوارح. کسی عمل نمی کند چون قلبا باور ندارد، این هم من لم یحکم هست. کسی عمل نمی کند چون قلبا باور دارد ولی عملا سسته، مثل اکثر مسلمانان که ضعف دارند. اما اینجا کدوم هست و من لم یحکم؟ الله می فرماید، ها الله معلوسی می فرماید لیکن المراد به هنا عمل القلب. مراد اینجا چی هست؟ عمل قلب هست و هو التصدیق. عمل قلب چی؟ تصدیق هست. ولا نزاع فی کفر من لم یصدق بما انزل الله تعالی. خب هیچ اختلافی نداریم، هر کسی که من لم یحکم به معنی من لم یصدق باشد. ولا نزاع فی کفر من لم یصدق بما انزل الله، درباره کفر این نزاع و اختلاف وجود ندارد. اما کسی که قبول دارد بهترین حکم میگه حکم خداست ولی ضعف عمل داره، این که کافر نشد، این مسلمان است، این واجب القتل نیست، این به هر حال مستحق این نیست که سرش را ببرند، متوجه هستید؟ لذا میگوین کسی که راه و روش ما را، منش ما را قبول داشته نباشه اون کافر است. و من لم یحکم بما انزل الله آیه را میخوانه، در حالی که مفهوم آیه هرگز این نیست. بله. لذا الله میفرماید و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس. خب این مسئله قصاص، چون یک مسئله در میان یهود مسئله زنا بود، یکی مسئله قتل بود، قصاص هم بود. قتل را هم اونها انکار میکردن، قصاص را. الله تعالی میفرمه ما در تورات این دستورات را نوشته بودیم، اینا کتمان میکنند. الله میفرماید و کتبنا علیهم فیها، ما نوشتیم بر آن یهود فیها در آن تورات ان النفس بالنفس، نفس در مقابل نفس، انسان در مقابل انسان، والعين بالعين چشم در مقابل چشم، والانف بالانف بینی در مقابل بینی، والاذن بالاذن گوش در مقابل گوش، والسن بالسن دندان در مقابل دندان، والجروح قصاص زخمها هم قصاص، یعنی ذات قصاص، همه زخمهایی که دارای قصاص هستند در مقابل اون زخمها، به این معنا که در زخمها قصاص معنی برابری، در زخمها هم باید برابری اجرا بشه. کسی گوشی کسی را بریده، گوشش بریده بشه. کسی به کسی زخم وارد کرده، هر نوع زخمی هست به همون اندازه زخم بر اون وارد بشه. فمن تصدق به فهو کفاره له، هر کسی که صدقه بکند به قصاص، یعنی چی؟ گذشت بکند، این کفاره گناهانش میشه، یعنی این به نفش تمام میشه. و من لم یحکم بما انزل الله، هر کسی که حکم نکند یعنی اعتقاد داشته نباشد به آنچه که الله نازل فرموده، فاولئک هم الظالمون، این دسته از ظالمان هست. و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم،
الله می فرماید ما پشت سر اونها فرستادیم بر آثار انبیا، این همه انبیا که یحکمو به النبیون شما خواندید، عرض کردم بعد از موسی کسانی که به تورات عمل کردند تا زمان سیدنا عیسی. اما بعد از همه این انبیا الله می فرماید وقفینا علی آثارهم، ما پشت سر آنها بر آثارشان فرستادیم عیسی ابن مریم را، عیسی ابن مریمی که مصدقا لما بین یدیه من التورات، تصدیق کننده اون توراتی که قبل از او بود. و آتیناه الانجیل، و ما به عیسی علیه الصلاه و السلام انجیل دادیم، فیها هدا و نور، در آن انجیل هدایت و نور بود، هدا علما نور عملا، هدا عقاید نور اعمال، هم عقاید بود هم اعمال. و مصدقا لما بین یدیه من التورات، ما تصدیق کردیم آنچه که قبل از این بود از تورات، و هدا و موعظه، تصدیق کننده بود انجیل و هدایت بود و موعظه بود برای متقیان، بعضم هدایت علما و موعظه عملا. اذا الله تعالی می فرماید ما عیسی را با انجیل فرستادیم و دستور دادیم، ولی احکم قلنا، اینجا مقدر است، ولی احکم گفتیم ما که باید فیصله بکنند اهل الانجیل بما انزل الله فی، به آنچه که الله در آن نازل فرموده، و من لم يحكم بما انزل الله، ثمره منکرین انجیل، هر کسی که حکم نکند به آنچه که الله نازل فرموده، فاولئک هم الفاسقون، اینها فاسقون هستند، یعنی اینا هم کافرون، کسی که اعتقاد داشته نباشد، باور، اینجا فسق یعنی خروج عن الدین، این فاسق و ظالم و کافر هر سه تا معنیش یکی، اینجا کتاب خدا را کسی باور داشته نباشه از دین خارجه. و انزلنا الیک الکتاب، خب پس بعد از تورات و بعد از انجیل نوبت به قرآن میرسه، لذا الله می فرماید و انزلنا الیک الکتاب، ما فرو فرستادیم به سوی شما کتاب را، ای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، بالحق، فضیلت اول، کتابی که مطابق واقع هست، حق است از جانب الله. دوم، مصدقا لما بین یدیه من الكتاب، آن کتاب هایی که جلویش هست، پیش رویش هست، اونها را تصدیق کننده هست، همه اونها را چی می کند؟ قبل از خودش همه را تصدیق می کند. وصف سوم، و مهیمنا علیه، بر آن کتاب ها مهیمن هست، مهمن یعنی حافظا و رقیبا، حافظا و یعنی مطالب اونها را حفاظت میکنه، اونها را ملاهای سوء یهودی تحریف میکنن، قرآن میگه نه اون غلطه، ملا یهودی میگه در اینجا برای این زانی رجم نیامده جلد آمده، قرآن میگه نه غلط گفته رجم آمده، هر چی که میخواد تحریف کنه قرآن چی میکنه؟ حفاظتش میکنه. از این جهت مهمنن یعنی صد جا الان اونها تورات را دستکاری بکنند، خراب بکنند، قرآن مطالب تورات را اینجا بیان کرده، هم در باب توحید، هم در باب اعمال، هم در باب عقاید و هم در باب اعمال. لذا الله می فرماید فاحکم بینهم بما انزل الله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، فیصله کن قضاوت و داوری کن بین این مسلمانان بما انزل الله، به وسیله قرآن، ولا تتبع اهواءهم، پیروی نکن از خواهشات آنان. مراد از اهواء چی هست؟ قبلا هم خواندیم عبارتی خواندیم، عرض کنم مراد از اهواء احکام خود ساخته علماء یهود و نصارا است، احکام خود ساخته. اما جاءک من الحق، این متعلق عرض کنم که معرضن هست، عادلن هست، معنی اینه که ولا تتبع اهواءهم، ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، شما از خواهشات آنان پیروی نکن، در حالی که معرضن عما جاءک من الحق، اعراض بکنی از آنچه که حق آمده یعنی از قرآن، یا عادلن عدول بکنی، تجاوز بکنی از آنچه که پیش تو از حق آمده. خب
احوائهم عرض کردم که آراءهم التي اصطلحوا عليها. آراء بچی میگویند؟ اون ببخشید احوا، خواهشات، اون چی که آراء ملاهایی هستن که اصطلحوا عليها، بر اون توافق کردن، گفتم بجای این این. و ترکوا بسببها ما انزل الله على رسوله، بسبب آن ما انزل الله على رسوله را چی کردند؟ ترک کردند. پیروی از خواهشات یهود. شما این جمله را کم نمی بینید در قرآن که خداوند به رسولش میگه ولا تتبعوا احواءهم ولا تطع الكافرين والمنافقين. لذا به هیچ صورت بر مسلمان و مسلمانان و بالخصوص بر علما، به علما این اجازه نیست، برای علما جائز نیست که علما چیکار کنند. علما از آراء باطله و زائغه اهل بدعت، اهل انحراف پیروی بکنند در دین. منافع هر چی باشد در مسائل دینی باید اتباع قرآن و سنت بشه. ولا تتبع احواءهم، ای آراءهم الزائغه المنحرفه. الله می فرماید لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، برای هر یک از شما ما شرعه و منهاجی گذاشتیم. شرعه یعنی روشی، منشی. شرعه و منهاج به معنی طریق هست، معنی هر دو یکی هست. بعضی فقط فرق گفتن شرعه از نظر ظهور و وضوح و منهاج از نظر عمل کردن. یعنی خداوند روشی گذاشته، ظاهره، واضحه، شما به اون عمل کنی. وقتی که عمل کردید همون شرعه میشه منهاج، فقط حیثیتش چی است فرق. بعضی فرق بیان کردن. علامه آلوسی میگه الشرعه الاحکام الفردیه گفتند، اون احکام فردیه که مربوط به فرد باشد، و المنهاج الاحکام الاعتقادیه. اما میگه ولیس بشیء، این فرق چنان فرقی نیست که بر این دلیلی باشد، قوی نیست. بلکه شرعه و منهاج هر دو روش و طرقی که بر اونها ما عمل میکنیم. اما شرعه از این جهت که بسیار واضح است، خداوند برای ما مشخص کرده، وقتی که ما بر اونها بریم و عامل باشیم همون شرعه میشه چی؟ منهاج. ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگر خدا بخواهد شما را قرار میده امت واحده، ولكن ليبلوكم، اما شما را خداوند قرار نداد تا که بیازماید. بنویسی فلسفه اختلاف شرائع. ببینید یک سؤالی که هر جا در قرآن مجید مطرح است، خداوند می توانست که همه انسانها را بر یک مسیر قرار بدهد، همه ما توحیدی باشیم، مردم ایران، مردم پاکستان، مردم آمریکا، مردم انگلیس، آلمان، آفریقا، دور نزدیک، خدا میتونست، قادر مطلق است، چرا این کار را نکرد؟ چقدر صفا داشت، همه یک دین، یک دل، همه عابد خدا، هیچ خبری از شرک نبود، از کفر نبود، از نفاق نبود، از خرافه نبود، دنیا میشد بهشت، هیچ اختلافی، چرا این کار را خداوند نکرد؟ در جای جای این قرآن مجید این آمده، اما جوابش فقط در این آیه هست. من قبلا خدمت شما عرض کردم آیاتی هست، مثلا در سوره هود هست ولو شاء الله لجعل الناس امتا واحده، اگر خدا بخواهد همه مردم را امت واحده میگرداند. در سوره رعد هست ولو یشاء الله لهدى الناس، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا،
اگر خدا بخواد همه مردم را هدایت می کند. در سوره الف لام میم سجده هست، ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، ما بخواهیم همه انسان ها را راه هدایت را به اونها می دیم. خب اونجا می خوانیم که وقت در تفسیر ما و بر اساس این روش ما می خوانیم ولو شاء ولکن لم یشاء، اما خدا نخواست. چرا نخواست؟ چرا نخواست؟ اینجا جواب داده ولکن لیبلوکم. ببینید دنیا دار امتحان هست یا نیست؟ دار ابتلا هست. اگر خداوند همه را توحیدی بگرداند بالاجبار، همه بیایید الله پرست باشید، خدا پرست باشید، الربانیون باشید، هیچ کسی حق نداره مسیر دیگر را، خداوند دلها را، قلوب را و جوارح را بالاجبار به همین مسیر گامزن بفرماید، دو اشکال عمده پیدا میشه. یکی جبر، یکی چی؟ جبر. خداوند جبر نمی کند بر بندگانش، خدا آزاد گذاشته. دوم اینکه دنیا دار امتحان است، اون وقت دار امتحان بودن دنیا چی میشد؟ اون فلسفه از بین میرفت، اون وقت دار الامتحان باقی نمی ماند. ما دیگه مجبور بودیم که همه ایمان، هم طاعت، هم بندگی، هم اعتقاد صحیح، هم عمل صحیح. گاهی مردم هم در همین نوع سوالات میپرسند و در دل حتی خود ما میاد که چی خوب بود همه اهل حق بودند، ولی الله عز و جل اینجا فرمود اگر این کار را میکردیم دیگه امتحان معنی اصلا خلقت معنی نداشت. پیدایش انسان برای چی است؟ برای امتحان هست. الله تعالی می فرماید ولکن لیبلوکم، اما انکار را نکرد، ولو شاء الله لجعلکم امه واحده ولکن ما شاء، خدا انکار را نکرد، نخواست. چرا؟ لیبلوکم فیما آتاکم، در آنچه که خدا به شما داده از کتاب و از سنت، از دلائل و براهین و حجج، لیبلوکم فیما آتاکم. لذا ای انسان ها شما مختار هستید، اختیار تام دارید، فاستبقوا الخیرات، از هم دیگر در کارهای خیر پیشی بگیرید، فاستبقوا الخیرات، الالله مرجعکم جمیعا. الله واقعیت ها را شفاف کامل بیان می کند، انسان را چی؟ اختیار می ده. الالله مرجعکم جمیعا، فقط و فقط به سوی الله جای رجوع همه شما، فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. الله عز و جل به شما خبر می دهد بما کنتم، به سبب آنچه که شما بودید در آن اختلاف می کردید. یعنی قیامت شما را میگه که راه یهود حق بود یا راه اسلام، راه توحید درست بود یا راه خرافاتی ها. لذا الله عز و جل به این خاطر شرائع را بیان فرموده، اختیار به انسان ها داده. و انحکم بینهم، همچنین انحکم گفتم متعلق فعل مقدر است، امرکم، ای پیغمبر من شما را امر می کنم، ان احکم بینهم، شما بین آنها فیصله بکنید، بین یهود که می آیند برای فیصله، بما انزل الله، به آنچه که خدا نازل فرموده، ولا تتبع اهواءهم، دوباره اهواء آمد، یعنی از آراء منحرفه و آراء کج اونها پیروی نکن. مسلمان به هیچ صورت نباید انعطاف نشان بدهد در مسائل شرعی. توجه کنید علما، کسانی اگر از شما بخواهند که نرمش نشان بدهید در مسائل شرعی خودتون، فقه خودتون را به خاطر اغراض دنیوی، به خاطر اغراض سیاسی،
کنار بگذارید، تایید بکنید دیگران را. خداوند اجازه نداده ولا تتبع اهواءهم، هرگز از اهواء و خواهشات آنها پیروی نکن. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، از آنها دوری کن، بر حذر باش، بپرهیز. ان يفتنوك عن ان يفتنوك، از اینکه شما را بلغزانند، در فتنه قرار بدن، از بعضی ما انزل الله الیک، حتی بعضی از احکام قرآن را اجازه نداری، بعضی از احکام قرآن را اجازه نداری که چی؟ که اونها را تغییر بدهی. بعضم اون مسئله که قبلا عرض کردم، جای جای قرآن معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم مختار کل نیست، مختار نیست که احکام خدا را جابجا بکند، مختار نیست که احکام خدا را جابجا بکند، این اختیار را ندارد که حلال را حرام بکند، حرام را حلال بکند، هر چی که بخواهد. وقتی که رسول الله اجازه ندارد، هیچ امامی هم اجازه ندارد، هیچ ولی هم اجازه ندارد، هیچ فقیهی هم اجازه ندارد. لذا می فرماید که اینها می خواند که شما را بلغزانن ان بعض ما انزل الله الیک، شما بیا بجای قصاص دستور زندان بده، بجای رجم دستور جلد بده. پیغمبر این اختیار را ندارد. لذا ما را اگر الله عز و جل ما مسلمانان را حکومتی بده، بعضی هستند حاکم هستند حکومت دادند به احکام اسلامی عمل نمی کنند، اینم یک ضعفی، ولی ضعف بزرگتر اینه که ما به خاطر مصالح حکومت بیاییم احکام را تغییر بدیم. به عنوان مثال بگیم که امروز جهان جهان 1400 سال پیش نیست، لذا امروز حکومت اسلامی تقاضا می کند که حجاب نباشد. به طور مثال عرض می کنم حجاب نباشد، چون حجاب با افراد امروزی همخوانی، یعنی یک حاکم نمی تواند حکمی را چی بکند؟ تغییر بدهد از احکامی که بر اونها نص صریح است. الله تعالی به پیغمبرش میگه شما حق ندارید. اینها هم میخواهند واحذرهم، بر حذر باش از اینکه شما را بلغزانند از بعض ما انزل الله الیک. فان تولوا، الله میفرماید اگر اونها فیصله قرآن را قبول نمی کنند، قبول نکنند، فان تولوا، اگر آنان اعراض بکنند، فعلم، بدان، یقین و باور داشته باش، انما یرید الله، جز این نیست که الله اراده دارد، ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، آنها را به مصیبت گرفتار بکند در دنیا به سبب بعضی از گناهانشان. و ان کثیرا من الناس لفاسقون، همانا بسیاری از مردم فاسق هستند، از دین در دین فسق می کنند و از اطاعت خدا خارج میشن. اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا حکم جاهلیت میخواهند، انتظار دارن از شما؟ نه، شما اجازه نداری. و من احسن من الله حکما، چه کسی بهتر زیباتر حکم او از حکم الله از نظر حکم؟ لقوم یوقنون، اما این زیبایی برای مستفیدین من القرآن است، برای قومی که یقین دارن، ایمان و باور دارن. خب الان معلوم شد یهود چقدر خبیثند، یهود چقدر نسبت به ما مسلمانان دوست دارن که چیکار بکنیم، ما را بلغزانن، از دینمون فاصله بگیریم، از دستورات خدا فاصله بگیریم. بنابراین الله دستور میده که ای مسلمان، با یهودی ها دوستی نکن، با مسیحیان دوستی داشته نباش. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، شما یهودی ها را و نصرانی ها را اولیاء، دوست صمیمی نگیرید. اولیاء بنیسید دوست صمیمی. بعضهم اولیاء و بعض، بعضی از آنان دوست بعضی هستند. و من یتولهم منکم، هر کسی که با آنان دوستی بکند از شما،
فإنه منهم، ثمره تولی این از اونهاست، هر کسی دوستی بکند میشه از اونها. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، همانا الله عز و جل هدایت نمی فرماید قوم ظالم را. قوم ظالم کیه؟ بنویسید به دلیل انحماق در دوستی با مشرکان، چه یهود چه نصارا. کس ظالم همونه که غرق دوستی هست و در بحر دوستی چنان رفته که به هر حال یهودی همه کاره شده. الله می فرماید فتر الذين في قلوبهم، و دوستی، ببین یکی از علائم نفاق هم دوستی با اهل کفر هست، همونطور که علامت نفاق، الان نفاق تا نفاق داریم، عرض کردم سخن ابن قیم را، نفاق دون نفاق، یک نفاقی هست، نفاق بیشتری هست، گنده تر هست، یکی نفاقی کمتری هست. اذا حدث کذبه هم داریم، اذا وعد اخلفه هم داریم، اما یکی از صورتهای نفاق بزرگ دوستی صمیمی با کفار است، محبت با کفار. بار بار عرض کردم خدمت شما، چنان انسان محبت داشته باشد که آداب و رسوم اونها را دوست دارد، پوشش اونها را دوست دارد. پوشش اسلامی داریم، یکی پوشش یهودی و مسیحی هست، پوشش اونها را دوست دارد، ادای اونها را دوست دارد. خب این بچه های ما، اولاد ما، فرزندان ما نمی دانند، گاهی از رسانه ها، از تلویزیون متأثر می شوند، می بینیم اون همون پوشش، همون ادا. اینجا باید والدین به فکر باشند، و الا این تربیت به همین صورت به پیش بره، این همون نفاق است. یعنی این نوع، یک نوع تربیت نفاقی هست، تربیت منافقانه هست، که بچه های ما در دلشون محبت کفار هست، در دلشون محبت آداب کفار هست، در دلشون محبت پوشش کفار هست. لذا الله می فرماید که فطر الذين في قلوبهم مرض، این علائم منافقین، می بینی کسانی را که در دلهایشان نفاق هست، مرض نفاق و شک، یسارعون فیهم با سرعت میرن به طرف آنان، به طرف مشرکان، و بعد چه تاویل میکنند، تاویل منافقین، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، ما می ترسیم به ما حادثه ای نرسه. با مشرکان دوستی، میگه ما می ترسیم ان تصیبنا دائره، دائره یعنی مصیبت، حادثه، به ما مصیبتی نرسد. خب به شما مصیبتی برسد چی میشه؟ اینا امکانات دارند، اینا به درد ما میخورند. یکی این که مصیبت از طرف اینها به ما نرسد، از اونها می ترسیم که با اونها دوستی داریم. خب کسی بترسد، خواندیم الا ان تتقوا منهم تقاه، جایزه که انسان نرمش نشان بده، ولی نه دوستی دلی، نه محبت با اون دلی که اون دل بغض دارد نسبت به رسول الله. لذا نباید دوستی صمیمی باشد، از روی ترس باشد، خوف باشد، اشکالی ندارد. لذا میگه که نخشا ان تصیبنا دائره، منافقان اینطور توجیه میکردن که اگر موالات نکنیم با مصیبتی یا با زیان مالی گای مواجه میشیم، آنگاه اینها هستن که ما را حمایت میکنند. چرا؟ تفسیر کبیر نشته، چون کانو اهل ثروه، کانو اهل ثروه، اونها سرمایدار بودند، و کانو یعینونهم علی مهماتهم، اونها را اعانه میکردن، کمک میکردن بر مهمات، و یقرزونهم، قرض هم میدادند، قرض الحسنه میدند، و یقرزونهم، قرض میدادند، به این خاطر دوستی کردن. متاسفانه امروز در مسلمانان صفات نفاق غالبه، خیلی از مسلمانان هستند که از تبلیغات رسانه ها متاثر شده، میروند از کلیساها، همین اطراف زاهدان دور نه، از کلیساها انجیل میارند، چون که پول میدن، میگه ما با اونها نیستیم، ما فقط به خاطر پول میریم، میرند
انجیل را میارند و اونجا پول میگیرند. یک زمانی در یکی از روستاها یا شهرها یا بخشها همین اطراف دوروبر سیلی آمده بود، کمک خواستن، گفتن که نیاز به کمک و مساعدت هست. از گروهی از طلاب بزرگوار رفتن به کمک. خونه ها تا یک متر بیشتر کمتر آب آمده بود. طلابی که برای کمک رفتن بعدن تعریف کردن، گفتن ما تو این خونه ها انجیل دیدیم. طلاب مکی گفتند اینها کسانی هستند که بعدن بررسی شد، کسانی میگن ما مسلمانیم ولی خب تو این رسانات ما وضعیت خوب نیست، وضعیت اقتصادی فقر است، تو این رسانه ها تبلیغات میشه و اونا پول میدن. رفتیم مثلا از کلیساهای اصفهان و تهران و کجا و کجا آدرس میدند، میگیریم یک جلد انجیل میگیریم و میگیم ما با شما هستیم، یک مبلغی دلار هم میگیریم میاییم. یعنی عیناً چیزی هست که منافقین میگفتند، یقولون نخش ان تصیبنا دائره، مصیبت، حوادث، مشکلات میآید. کانوا یعینونهم علی مهماتهم، در تفسیر این امام رازی میگه در مشکلات اونها کمک مالی میکردند. الله میفرماید فعسى الله ان یأتی بالفتح، اونها برن با کفار میرن برند، با یهود میرن برند، ولی وعده خداست. عسا گفتیم وقتی که نسبتش و اضافتش به طرف الله باشه معنیش چیه؟ وعده الله است. فعسى الله ان یأتی بالفتح، وعده الله است که الله فتح بیاورد، او امر من عنده، یا امر دیگر و حادثه دیگر از جانب خودش بیارد، چنان مصیبتی بر اینها بیاورد که فیصبحوا علی ما اسروا، بگردن اینها بر آنچه که مخفی کردن در دل، یعنی نفاق، فی انفسهم، در دلشان نادمین، پشیمان بشند. الله قادر است چنان حالتی بیاورد که اینها پشیمان بشند. و یقول الذین آمنوا، میگوین کسانی که ایمان آوردند، اها اولئک الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، آیا اینها نبودند که قسم خوردن جهد ایمانهم، یعنی نهایت قسم، مبالغه در قسم، که انهم لمعکم، آنها با شما هستند. بنویسی از ته دل قسم خوردن که از ته دل با شما هستند. اونجا معلوم میشه وقتی که مشکل بیاد که اینا با ما نیستن. الله میفرماید سرانجام نفاق، حبطت اعمالهم، الله میفرماید اعمالشان برباد، فاصبحوا خاسرین، اون وقت شدن از خاسرین. ببینید اینجا نهی از چی بود؟ موالات بود. گاهی موالات و دوستی با دشمنان و با کفار سبب ارتداد میشه، العیاذ بالله. یعنی با یهود دوستی کن دوستی کن، با نصارا دوستی میکنن بعضی ها، آخر دین اسلام را رها میکنند. من فیض مولانا الغفور، قرآن رب العالمین، جاء لنا مبراس نور، فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور، قرآن رب العالمين، جاء لنا مبراس نور، فيه السلام
السعادة واليقين.